سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز ما عبدالله رضایی استاد مضمون ریاضی صنف هشتم شما شاگردای عزیز خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب حادی خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما قرار است که مضمون ریاضی رو با هم بخوانیم درست است خب پس یک نکته برات میگم که ما در همه سنف همین نکته رو میگیم چون ریاضی ما داریم پس باید صد فیصد یک تا قلم و کتابچه پیشت باشد که ما اگر کدام سوال کار کردیم برات گفتیم او را باید شما هم کار کنین درست است که دقیق او رو بفهمین چی است درست شد خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما در درس امروز قرار است چه بخونیم فصل اول ما چی است اعداد حقیقی درس اول یا جلسه اول که ما و شما امروز قرار است بخوانیم پس این عنوان فصل اول کتاب ماست اعداد حقیقی درست است خب ما و شما در امروز چه قرار است چه مطالب را بخوانیم خب اهداف جلسه اول یا درسایی که ما و شما امروز قرار است با هم بخوانیم اول چه میخوانیم یادآوری ست اعداد طبیعی حسابی تام ناطق و غیر ناطق که اینا را اگه یادتان باشد در سنف هفت خوانده بودن در سال قبل درست است پس چی شد؟ ست, ست اعداد طبیعی حسابی اعداد تام اعداد ناطق و اعداد غیر ناطق که ما برای یادآوری میکنیم چی است؟ درست است؟ و بعد از اون چی را تعریف ست اعداد حقیقی را میخوانیم که ست اعداد حقیقی چی است؟ درست است و در آخر چی میخوانیم خواص اعداد حقیقی که چه خاصیت های اعداد حقیقی بر ما داره درست است خب شاگرد عزیز و گرامی بریم سر تخته و ما درس خود شروع کنیم شاگردای عزیز ما یادآوری میکنم که ست اعداد طبیعی کدام ست بود در سن فف یا تا نفت دیگه نه اونایی که خب سن فف خواندن دیگه کلتان دیگه درست است در سن فف گفتیم سه اعداد طبیعی چی بود با چه نشان میدادیم با ان نشان میدادیم درست است و یک خطک کنارش میماندیم این چی بود یا تا نفت گفتیم که دقت کن این خطک به این شکل است چون زبان ریاضی یک زبان بین المللی است یعنی در هر جای دنیا بگی ست اعداد طبیعی به تو ان نشان میده درست است خب اگر یک ان بود ان انگلیسی است ست اعداد طبیعی به خاطر از اینکه فرق شوه ما یک دونه خط کنارش میمانیم اگر یک خط کنارش بود پس میشه سه تا اعداد طبیعی و اگر یک تا این تنا بود و این انگلیسی است درست است پس فهمید این چیزی ای خط برای است که فرق شوه با با حروف انگلیسی از پیش ما غلط نشوه درست است خب پس چی شد سه تا اعداد طبیعی رو گفتیم با کدام سمبل نشان میدیم با سمبل ان این ای خط بعضی کتاب آی ان هم میخوانن ولی هم ان صحیح است هم ان میخوانیم درست است پس سه تا اعداد طبیعی اگه یادتون باشد در سنف هفت گفتیم دیگه ستار تعریف کردیم دیگه نه در سنف هفت خواندیم دیگه عناصر فده باید داخل قوس کلان بانیم آفرین پس چی میشه سه اعداد طبیعی بگین عدد طبیعی از چند بود یک دو سه چهار تا لایه تناهی سه نقطه که میمانیم تا لایه تناهی ادامه داره درست است پس بیم گفتیم ست اعداد طبیعی پس ما نوشته کنم سه اعداده. طبیعی درست است خب ست بعدی که خادم چی است ست اعداد حسابی برش میگیم سه عدد حسابی که با چی نشانش میتیم بعضی کتابای جدیدتر با دبلیو نشان میته و این خطه کنارش باز است یا کتابای قدیمی تر اگر برین کنین با چی نشان داده با یک تا آی نشان داده و با هم خطک هم گفتیم برای, برای چی است که فرق کنه دیگه نه با حروف انگلیسی فرق کنه خب سه عدد حسابی چی است سه تا عدد حسابی دقیقاً همین عناصر دارد فقط یک تا صفر اضافه تر دارد پس چی از چند شروع میشه از صفر شروع میشه صفر یک دو سه لایه لایتناهی شاگرد اگر دقت کنید این نقطه که ماندیم 4 پنج، شش، 7 8 تا تناهی وجود دارد فیس که ما کلش خود نوشته نمیتونیم میگم چند تاش نوشته میکنیم سه نقطه میمانیم درست است پس ای چی شد ست اعداد حسابی پس نوشته کنم ست اعداد حسابی درست است یه دو خطه که میمانم امی ست که بالاست در این یعنی اینجا نوشته سه اعداد حسابی درست است پس چی شد؟ پس سه اعداد طبیعی چند شروع میشد؟ از یک دو سه تا لای تناهی ست اعداد حسابی چند شروع میشه؟ از سفر یک دو سه تا لای تناهی سیست؟ خب ست بعدی خانم چی بود؟ سه اعداد تام درست یا گفتیم تام یا صحیح هم برش میگن فرق نمیکنه که با چی نشان میتیم؟ با زید نشان میدیم درست یک زید خطک باز کنارش نوشته میکنیم با زید نشان میتیم خب کدام ماست بگین آفرین صفر یک دو تا تناهی و این بر چی؟ منفی یک منفی دو تا منفی لایه تناهی درست است؟ به این میگفتیم چی؟ ست اعداد تام یا ست اعداد صحیح پس نوشتن میکنیم ست اعداد تام یا ست اعداد صحیح درست است خب پس این ما سه سه تا کردیم پس چی شد سه تا طبیعی یک دو سه چهار تا تناهی درست یک سوال آیا عدد ده در سه تا این شامل است صد چون تا سه نقطه کمان تا لای تناهی است. دیگه نه چهار پنج شش هفت هشت نو ده یازده دوازده به میره تا آخر خب دبلیو چی بود سه تا اعداد حسابی از چند شروع میشه از صفر شروع میشه صفر یک دو سه تا درست است و ست بعدی چی هست؟ ست اعداد تام یا بعضی کتاب ها اگر شما بخوانید نوشته کرده ست اعداد صحیح صحیح شد پس صحیح یا تام فرقی نمیکنه. پس کدام است صفر مثبت ها و منفی ها صفر یک دو سه تا لایتنایی به این برای منفی یک منفی دو تا منفی لایتنایی ادامه دارد درست است خب اما ست بعدی که خواندیم سنف هفت ست بسیار مهم ست اعداد نسبتی یا بهش میگفتیم ست اعداد عد... اعداد ناطق درست است من نوشته میکنم اینجا بره. ست اعداد ناطق با یک کیو نشان میدادیم درست است کیو نشان و چی بود به شکل میگیم برتان میگیم که سه شرط دارد هر عددی که این سه شرط اگر داشته باشد میشه یک عدد ناطق درست است شرط اول باید به شکل کسر باشد a بر b پس کسر است کسر a بر b یا خط پیش میمونی و چی میخوانیم میگیم به قسمی که پس ای بر بی به قسمی که ای و بی شامل زید باشند درست است پس شرط اولی است که باید چی باشد او عدد حتما کسر باشد به صورت کسر بتونیم نوشته کنیم شرط پس شرط اول شد باید 100 فیصد به صورت کسر بتونیم نوشته کنیم شرط دوم چی است ای که صورت ماست و بی مخرج ماست صورت و مخرج باید شامل زید زید کدام بود اعداد تام یعنی صورت و مخرج ما باید شامل ازی باشد و شرط سوم چی است شرط سوم ما باید مخرج که بی صفر نباشد خلاف صفر باشد درست است پس این سه شرط شرط اول باید بتونیم به صورت کسر نوشته کنیم شرط دوم صورت و مخرج شامل زید باشد و شرط سوم مخرج ما صفر نباشد دقت کن صورت صفر میتونه باشه گپی نیست فقط باید مخرج صفر نباشه درست است پس هر عددی که این سه شرط داشته باشه یک دو سه سه شرط با هم دیگه داشته باشه برش میگیم یک عدد ناطق یا عدد چی میگفتیم در صنف هفت نسبتی درست است پس ناطق یا نسبتی فرقی نمیکنه پس سه اعداد ناطق صحیح شد خب ما مثال برد میزنم مثال برد میزنم از اعداد ناطق چند مثال برد میزنم ما تختر پاک میکنم اول و بعد برد مثال میزنم درست است پس ما ست اعداد طبیعی و اعداد حسابی رو پاک کنم خب نه عزیز یک مثال کار کنیم ما گفتیم که هر عددی که سه شرط رو داشته باشه شرط اول چی بود؟ کسری باشد شرط دوم صورت و مخرج شامل زید باشد و شرط سوم مخرج ما صفر نباشد درست است به عنوان مثال دو بر منفی سه یه عدد اگر عدد ناطق است یا یعنی آفرین است چون هر سه شرط داره شرط اول کسریست. است خب میبینیم دیگه کسر دارد دو صورت است و سه مخرج است منفی سه مخرج است درست است پس شرط اول برقرار است به شکل کسر میباشد شرط دوم صورت و مخرج گفتیم شامل زید باشد صورت از عدد چند است دو آفرین مخرج چند است منفی سه آفرین پس خود دو و خود منفی سه داخل زید شامل هستند دو در اینجاست منفی سه هم در اینجا هست صد فیصد صد نه منفی دو منفی سه بعدش است. درست است پس صورت و مخرج هم شامل زید می باشد پس شرط دوم هم برقرار است شرط سوم چی گفتیم مخرج ما صفر نباشد خب مخرج ما چند است منفی سه منفی سه خب صفر نیست درست است پس سه شرط برقرار شد پس میگه دو بر منفی سه شامل اعداد ناطق می باشد شامل کیو گفتم اعداد ناطق با چی نشان بدیم با کیو نشان بدیم درست است پس دو بر منفی شامل اعداد ناطق می باشد خب یک مثال دیگه برات میزنم سوال آیا عدد 5 شامل اعداد ناطق است فکر کنین خب بگین آفرین اونایی که گفتن هفت درست است چون چرا چون سه تا شرط داره خب ممکنه بگن که خب استادو که کسر نیست مخرج از کجاست خب ما و شما میفهمیم یک عددی که مخرج نداشته باشد مخرجش چند است یک آفرین بر شما پس پنج میتون میتونه نشته کنه پنج بار یک درست است پس پنج میتون میتونه نشته کنه پنج بر یک پس چی شد پس یک عددی که مخرج نداشته باشد مخرجش یک ما خود ما و شما میتونه باشه یک بانیم درست است پس شرط اول کسری هست. شرط دوم صورتش چند است پنج مخرج جزء چند است یک پنج و یک شامل زید میباشد بله پس شرط دوم هم برقرار است شرط سوم مخرج ما گفتیم صفر نباشد خب مخرج ما چند است یک است خب صفر نیست پس چی میشه پس عدد پنج هم به تنهای شامل اعداد ناطق میباشد درست است پس نکته یک از این ما میتونیم بگیریم تمام اعداد زیده ما اگر بهش مخرج یک برش بتیم یک عدد چی میشه ناطق میشه پس نکته بسیار مهم دقت کن تمام عناصر زید داخل اعداد ناطق میباشند درست است چون بهش میتونیم مخرج یک برش بتیم درست است اما عدد های در عدد ناطق وجود دارد مثل دوی بر منفی که شامل زید نیست درست است دو خودش جدا و من جدا داخل زید است اما خود کل کس داخل زید نیست پس فکر باشه تمام زید تمام عناصر زید داخل کیو عدد ناطق می باشد اما تمام عدد ناطق داخل زید نمی باشد آفرین خب پس ما عدد ناطق هم یادآوری کردیم درست است عددی که ما این سه شرط داشته باشد بهش میگیم یک عدد ناطق درست است خب یک مثال دیگه من میزنم و بعد عدد غیر ناطق عدد 2.3 آیا یک عدد ناطق است خب این را ما و شما در سنف هفت خواندیم که ما عدد اعشاری را میتونم به شکل کسر نوشته کنیم. درسته؟ است. کسری نوشته کنم چرا قم نوشته میکنیم؟ به صورت کفش به این شکل است نگاه میکنیم میگم میکنی؟ یک خط کسری میکشیم عدد بدون اشاره نوشته میکنیم در صورت عدد ما چند است بدون اشاره چی میشه اعشارش بکش میشه 23 پس در صورت نوشته میکنیم 23 خود در مخرج نوشته میکنیم چندم داریم دهم ده داریم صدام داریم چی است دهن داریم دیگه نه پس میشه چی مخرج میشه ده اگر بعد بعد اشاره یک رقم داشته باشیم مخرج ده هست اگر دو رقم داشته باشیم مخرج صد میشه اگر سه رقم داشته باشیم مخرج هزار میشه درست است یک مثال دیگه به عنوان مثال سه اشاره سفر چار یه به کس تبدیل کنیم چی میشه یه به کس تبدیل کنیم پس یه خط کسری میکشیم برش عدد بدون اشاری اشارش بکشی چی میشه؟ اشارش در نظر نگیر میشه سی سد چار پس سه در صورت نوشتن میکنیم سه در مخرج چی نوشتن میکنیم بگین آفرین چند رقم اشاره داریم؟ دو رقم پس چی میشه مخرج ما؟ میشه یکصد، پس سه بر یکصد، صحیح شد پس به شکل چی شد؟ کس نوشته کردیم سه تا شرط برقرار است پس اعداد اشاری هم ما میتونیم به شکل کس نوشته کنیم پس میشه اعداد ناطق درست است خب اما بعضی از اعداد ما نمیتونیم به شکل کس نوشته کنیم با اون اعداد چی میگیم اعداد غیر ناطق اونا کدام است ما برات الان تعریف و یک مثال برات میزنم درست است خب پس ما پاکنم کنم تختره اعداد غیر ناطق هم مثال بزنیم برات خب شاگردای عزیز و گرامی پس ما اعداد ناطق فهمیدیم نه اعدادی که سه شرط گفته بودیم چی باید داشته باشه شرط اول چی بود شرط اول بگین باید کسری باشد شرط دوم صورت و مخرج شامل زید باشد آفرین شرط سوم مخرج ما صفر نباشد چند مثال هم برات کار کردیم که فامید عدد ناطق است یا عدد ناطق نیست درست است خب مجموعه بعد یا ست بعدی که ما میخوانیم چی است با کیو زبر نشانش میتیم کیو زبر بگیم ست اعداد غیر ناطق که ناطق نباشد اما کدام ناطق نیست برد مثال میزنم پس ست اعداد غیر ناطق به ما تعریف که هر عددی که ناطق نباشد پس هر عددی که ناطق نباشد غیر ناطق است خب مثال بزن بله برد مثال میزن نمالی به عنوان مثال جزر پنج جزر پنج آیا یه ای عدد ناطق است؟ خب مخرج دارد این سه شرط باید داشته باشد دیگه نه خب ما گفتیم که مخرج اگه برش میتونیم بتیم خصوصی مخرج برش دادیم شرط اول کسری بله کسری شرط آخر مخرج ما صفر نباشد مخرج ما یک از صفر نیست پس دو شرط برقرار است اما شرط سوم شرط دوم ببخشید شرط دوم چی گفتیم صورت و مخرج شامل زید باید باشد خب یک شامل زید هست اما جذر پنج شامل زید هست نه خیر ما چند داریم یک دو سه چهار پنج شش تا لایتنایی جذر پنج نداریم در زید پس شرط دوم برقرار نیست پس این شامل اعداد ناطق نمی باشد صحیح؟ پس هر عددی که شامل اعداد ناطق نباشد گفتیم شامل اعداد غیر ناطق است پس چی شد؟ ست اعداد غیر ناطق درست است؟ پس ست اعداد غیر ناطق پس چی نوشتن میکنیم؟ نوشتن میکنیم جزر پنج شامل کیو زبر این خطه که چه میخوانیم؟ کیو زبر میخوانیم پس اعداد ناطق با چی نشان میدیم با کیو و اعداد غیر ناطق با کیو زبر نشان میدیم درست است پس نوشته میکنیم کنیم جذر 5 شامل کیو زبر می باشد اما جذر 5 شامل کیو نمی باشد خطا روش میمانیم درست است خب پس ممکنه سوال براتون پیش بیاید که پس هر عددی که جذر باشد در زیر جذر باشد ما میگیم غیر ناطق است میگیم نه خیر چند مثال ما باز برد کار میکنه با عنوان مثال دقت کن ما تا خرفا کنم خب شاگرد از دقت کن جذر چار جذر چار چند میشه؟ این در سنف هفت خوانده نه؟ جذر مربع چار چند است؟ جذر چار به این شکل است که دو عدد پیدا کو که دقیقا شبیه هم باشه در هم ضرب شود یا اینطور طور بگیم یک عدد در خودش ضرب کو که, که شو چار دو دو چار میشه پس یک از او عداد که نویشتان میکنه میشه چه جذر مربع چار پس جذر مربع چار چند میشه؟ دو میشه دو خودش چه بود؟ دو رو بهش مخرج یک دادم میتونیم درست است پس سه شرط برقرار است شرط اول کسری است شرط دوم صورت دو مخرج یک شامل زید می باشد و شرط سوم مخرج ما صفر نیست پس سه تا شرط برقرار است پس یک عدد چی است ناطق است فکر باشه یک عدد ناطق است دیگر کدام جزر ناطق است جزر جزر شش ناطق است جزر شش ناطق است آیا بگیم نه چرا چون جزر مربع شش عدد صحیح نیست دیگر. عدد تام نیست تقریبا دو اشاره خورده میشه دیگر. درست است این خو یاد دارین دیگه کردنش نه باید اگر با این یاد باید یک عدد پیدا کنید در خودش ضرب شوه شو 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 شو. دو دو چهار سه سه نو شش نمیشه پس این چی است این عدد به مثل از دو نمیشه نمیشه که ما بهش مخرج یک پس جذر 6، جذر مربع کامل الان میگیم ندارد پس شامل اعداد غیر ناطق میباشد درست است پس فهمیده کدام ها بود؟ کدام عداد جزرش ناطق میشه؟ جزر چار که میشه دو جزر نو چند میشه؟ سه آفرین جزر شانزده چند میشه چار چار؟ شانزده پنج پنج؟ بیست و پنج آفرین پس جزر بیست و پنج جزر سی و شش جزر چل نو جزر شست و جزر 81 جذر 100 جذر 121 11 11 میشه 121 جذر 144 12 12 144 جذر 169 13 13 میشه چند 169 پس اینا همین اعداد که برات گفتم بعد نوشتم باز برات میکنم همینا جذرش ناطق هست اما دیگر جذرش ناطق نیست درست است پس سوال به شما ممکنه در کتاب ده. تمرین به شما به سوال بده که بگه جذر 36 این عدد ناطق است یا غیر ناطق خب اگر جذر مربع کامل داشت جذر 36 چند میشه میشه 6 پس این مفایس با 6 خب 6 هم بهش مخرج یک برش میتیم یک عدد ناطق میشه پس چی است شامل اعداد ناطق می باشد درست است اما جذر بنوان مثال جذر 40 جذر 40 چند چند میشه 40 باید دو عدد شبیه هم باشد مثل هم باشد هفت هفت چل شش شش سی و شش پس عدد پیدا نمیشه جذر شود چل درست است که در خودی سر چل شوه. پس جذر چل یک عدد چی هست؟ یک عدد غیر ناطق است پس نوشتن میکنیم شامل عدد غیر ناطق میباشد درست است؟ پس ما اعداد فهمیدیم میدیم های عزیز و گرامی عداد ما چی بود؟ از ما اول چی رو خواندیم؟ اعداد طبیعی یادآور کردیم از سه عدد طبیعی از کجا بود؟ یک دو سه تناهی سه بعدی بود؟ ست اعداد حسابی از صفر شروع می شود. صفر یک دو سه چهار تلای تناهی سه بعدی چی بود؟ سه اعداد تام که گفتیم صفر یک دو سه تلای تناهی و این منفی یک منفی دو تا منفی لای تناهی ادامه داشت و سه بعدی چی گفتیم؟ سطح اعداد ناطق گفتیم یا کسری یا نسبتی برش میگیم سه شرط داشت شرط اول کسری باشد شرط دوم صورت و مخرج شامل زید باشد شرط سوم مخرج ما صفر نباشد آفرین و اعداد غیر ناطق هم خواندیم اعداد غیر ناطق کدام است اعدادی که گفتیم هر عددی که ناطق نباشد کدام ها میشد جذری ها اما همه جزریا نه. او جزریا مثل جذری چار که جوابش دو میشه ای دیگه ناطق است جذری سی و شش, جوابش شش میشه و ناطق است درست است اما جذری چل جذری پنج جذری سه جزر دو جذری یک چی؟ جذری یک میشه آفرین جزریا خود یک میشه پس او ناطق است جزر صفر هم میشه صفر پس ما هم ناطق است فهمیدی پس فکرت باشه جزر دو جزر سه جزر چهار ناطق است جذر پنج جذر شش جزر هفت جزر هشت جزر نو باز ناطق میشه جزر ده یازده دوازده به میشه اینا چی است اعداد غیر ناطق درست است پس ما اعداد ناطق و غیر ناطق هم فهمیدیم درست است خب شاگردان عزیز و گرامی ما شما یادآوری کردیم چرا سه اعداد طبیعی را سه اعداد حسابی را سه اعداد تام سه اعداد ناطق و سه اعداد غیر ناطق پس هر عددی به شما بدم، شما میفهمی که ناطق است یا غیر ناطق است فکرت باشه اگر عدد ما طبیعی باشد حسابی باشد یا تام باشد بهش مخرج یک داده میتونیم و اون میشه چی ناطق پس ما میتونیم به دو دسته کلی اعداد تقسیم کنیم اعداد ناطق و اعداد غیر ناطق پس طبیعی و حسابی و تام این سه بهش مخرج یک میتونه میشه ناطق ها درست است پس غیر ناطق کدام بود او جزریا. ها جزر پنج غیر ناطق است دیگه یک نکته برات میگم فکرت باشه شاگرده عزیز اعداد مثلا پای شما در محاسبه مساحت دایره استفاده میشنه پای پای دن... تا سه... میشنه او پای چی او پای یک عدد ناطق نیست باشه یک عدد غیر ناطق است او سه اشاره چارده نیست او در اصل سه اشاره چارده پانزه شانزه نوید دو تا لایت در تلفن خودت بزن پایه بزن برد میتر پس 3.14 دقیق نیست او رو تقریبی تقریبا ما تقریبی میگیم 3.14 است صحیح پس فکرت باشه عددی که عددی عدد که غیر رتق هست دیگه چی است پای پای که ما در دا محاسبه دایره مساحت دایره محیط دایره استفاده میکنیم، درست است یا حجم کره اینا رو که بعدا نمیکونیم پس اعداد غیر رتق فلان چی شد اعداد جذریایی که ما جذر روند ندارد مثلا جذر 4 چی میشه 2 میشه و یک عدد ناطق است اما جذر 5 چون عددش صحیح نیست جوابش صحیح نمیشه 2 خورده خردی میشه دیگه نه. پس او چی میشه او غیر ناطق است پس ما تا اینجا فهمیدیم اعداد ما یا ناطق است یا غیر ناطق است درست است خب پس ما موضوع اول ما که یاداوری سه تعداد طبیعی حسابی تام ناطق و غیر ناطق بوده که گفتیم چی است حالا میریم تعریف ست اعداد حقیقی را میخوانیم پس بریم سر تخته و ما تعریف ست عداد حقیقی برات میگیم چی است خب شاگردان عزیز و گرامی سه اعداد حقیقی رو بهش تعریف می‌کنیم میگیم سه اعداد حقیقی رو ما با سمبول آر نشان میدهیم. پس آر دقت کنید یک خط کنارش میمانیم درست است این خط که گفتیم دلیل شفت دیگه نه این گفتیم برای که فرق کنه با اعداد با حروف انگلیسی درست است خب اما بعضی از صدا و کتاب رو آی آر میخوانه فرق نمیکنه شما آر بخونید یا آی آر هیچ اردوش درست است پس سه تا اعداد حقیقی را ما با آی آر نشان میدیم یا آر خب چی میگیم میگیم که میشه چی ست اعداد ناطق که میشه کیو درست است و ست اعداد غیر ناطق که با کیو زبر گفت نشان میتیم همه عناصر از از هر دوره داخل یک تا ست جدید بندازیم یه در سنف هفت خانه نیبه چی میگفتیم؟ اتحاد آفرین پس بین اعداد ناطق و غیر ناطق ما اگر اتحاد بگیریم درست یه علامه چی بود؟ علامه اتحاد به سمول اتحاد بود دیگه نه اتحاد بین سه اعداد ناطق و غیر ناطق میشه چی؟ میشه ست اعداد حقیقی پس اینجا نشتن میکنم ست اعداد حقیقی پس دقت کن های عزیز هر عدد که ما تالی خواندیم عدد صفر یک دو سه طلای تنهایی منفی اشاریه جذری، کسری هر رقم باشه فرق نمیکنه پای عدد نپر عدد اویلر اینه، در تلفن خود سعی کو یک تا ای هم داری و عدد اویلر است که باز پیشتر رو میخوانیم باز رو پس هر عددی که ما یاد داریم فعلا چی میشه عدد حقیقی میشه خب حال سوال آیا از ای از این ست باز کلانتر وجود داره یعنی عددی هست که حقیقی نباشه بگیم بله هست و او چی از اعداد مختلف که رو باز ما ان باز بعداً میخوانیم در سنف 12 میخوانیم درست است در سطح 12 کلاس ما باز رو میخوانیم پس تا سطح 12 ما همین سه تا داریم سه تا اعداد حقیقی کلانترین ستی است که ما میخوانیم ما و شما میخوانیم درست است پس سه تا عدد حقیقی رو فاهمین چی میشه ست اعداد حقیقی میشه ست اعداد ناطق اتحادش با ست اعداد غیر ناطق پس هر عددی که ما داریم درست شد. خب به عنوان مثال آیا عدد دو شامل آی آر هست؟ بله صد فیصد گفتیم هر عددی که خواندیم شامل آی آر است دیگه تمام اعداد حقیقی پس دو شامل آی آر است اگر در ب... سوال در امتحان باشه به شما بگه درست است یا غلط است این رو میکنی؟ مارک درست است صحیح شد اگر نوشته کنیم جذر 5 شامل آی آر هست این درست است یا غلط است این رو مارک درست هست. چون آی آر تمام عدد ناطق و غیر ناطق کلش داخل آیار می باشد درست است خب چی مثلا نوشته کنیم جذر 5 شامل اعداد زید می باشد میگیم نه خیر غلط است جذر 5 شامل زید نیست دیگه نه پس این یک چلیپا برش میمانیم پس چی غلط است چلیپا میمانیم درست شد خب پس فهمیدین دیگه نه سوالا باز ما کارخانه‌ای که براتون دادیم سوالو به این شکل است براتون میگیم که مشخص کنید کدام صحیح کدام غلط است او که سعید بود تیک مارک میکنید و او که غلط بود چلیپا برش میمانید درست است فهمیدید دیگه نه؟ خب پس ما سه تا اعداد حقیقی را تعریف کردیم چی است درست است خب شاگردای عزیز شاگردای عزیز و گرامی ما گفتیم که یاداوری سه تا اعداد طبیعی را میخوانیم درست است و سه تا حسابی اعداد تام ناطق و غیر ناطق گفتیم مطلب دو گفتیم چی است تعریف اعداد حقیقی خود تعریف کردیم برات که چی است گفتیم که ست اعداد ناطق و غیر ناطق اگر بین اونها ما اتحاد بگیریم میشه ست اعداد چی حقیقی و با چی نشانش میتیم با آیار آفرین و در آخر خواص اعداد حقیقی رو میخوایم بخوانیم. که مطلب آخر رو بخوانیم درس امروز ما خلاص میشه درست است خب خواص اعداد حقیقی چیز چی است خواص زیاد دار ولی ما سه خ... سه خواست بیشتر نمیخوانیم سه خاصیت که در کتاب ما گفته شده درست است پس بریم سر تخته ما سه خاصیت برات بگم بسیار آسان است بسیار آسان است و کلش ما یاد داریم فقط من نامش برات میگم که نامش یاد بگیری درست است پس بریم سر تخته و ما شروع کنیم <متصفح> خب شاگرد عزیز و گرامی ما اول خاصیت که میخوانیم خاصیت تبدیلی یا جابجایی میگیم دارد یعنی چی یعنی ما دو عدد حقیقی اگر داشته باشیم به با عنوان مثال جذر دو یک عدد حقیقی نه جمع مثلا باشد پنج درست است این فرق نمی که ما جذر دو رو اول نوشته کنم یا پنج اول نوشته کنم پس این مساوی است با پنج جمع جزر دو درست است پس ما میگیم خاصیت تبدیلی عملیه جمع پس این خاصیت تبدیلی فرق نمیکنه که اولی نوشته شه یا پنج خب یا که اینجا پنج جمع جذر دو درست است پس فرق نمیکنه ببینید میگیم خاصیت تبدیلی یا جابجایی عملیه جمع خب یک سوال من شما دارم شاگردای عزیز در اعداد حقیقی خاصیت تبدیلی در عملیه ضرب وجود دارد به نظر شما بگین بله صد فیصد وجود دارد به عنوان مثال سه ضرب در چار خب اینو عدد حقیقی است دیگه گفتیم عدد ناطق هم حقیقی نه سه ضرب در آیا مساوی است با چهار ضرب سه بله سه چهار دوازده دو چهار سه دوازده دو درست است پس خاصیت تبدیلی هم در عملی جمع و هم در عملی ضرب در بین اعداد حقیقی وجود دارد پس خاصیت دا اول چی شد؟ خاصیت تبدیلی خاصیت تبدیلی هم در عملی جمع و هم در عملی ضرب وجود دارد درست است پس این خاصیت اول میفهمیم دیگه نه خاصیت تبدیلی یعنی که جای دو تا عدد تبدیل میشه فرق جواب آخرش یکی میشه خب خاصیت دوم چی است خاصیت دوم نامش است خاصیت اتحادی خاصیت اتحادی چی است خاصیت به شکل است نگاه می میگم ما اگر سه عدد داشته باشیم سه عدد حقیقی به عنوان مثال جزر دو جمع جذر سه جمع جذر پنج صحیح؟ فرق نمی کنه که ما اول دوتای اول با هم جمع کنیم جواب با آخر جمع کنیم یا که به این شکل ما نوشته کنیم جذر دو جمع جذر سه جمع جذر پنج که ما دوتای آخر رو جمع کنیم و جوابش رو با اول جمع کنیم هیچ فرقی نمی درست است؟ پس جواب از دو یکی میشه. پس به این بگیم خاصیت اتحادی درست است پس خاصیت تبدیل رو فاهمید. خاصیت تبدیل چه بود جابجایی برش میگفتیم خاصیت دوم خاصیت اتحادی بعضی از کتابا خاصیت شرکت پذیری هم به اون میگن پس خاصیت تبدیل یا جابجایی دوم خاصیت اتحادی یا خاصیت چی میگیم شرکت پذیری هم برش میگیم صحیح است دیگه پس خاصیت اتحادی چی است فرق نمیکنه که سه تا عدد ما داشته باشیم که دو تا اول جمع کنیم و ده جواب با آخر جمع کنیم یا دوتای آخر جمع کنیم جواب باز با اول جمع کنیم خب باز سوال از شما دارم شاگردای عزیز آیا خاصیت اتحادی در عملی ضربم وجود دارد آفرین وجود دارد 100 فیصد حال ما جزیر اعداد مثال اعداد ناطق هم مثال بزنیم فرق نمیکنه به عنوان مثال دو ضرب در سه ضرب در 5 صحیح است ناتق ناطق است عدد حقیقی است دیگه حقیقی, حقیقی کدام ها بود ناطقا و غیر ناطق دو ضرب در ضرب در 5 چی میشه میتونیم نوشته کنیم دو ضرب در 3 پنج. در 5 یا نوشته کنیم دو ضرب در 3 پنج. در 5 که ما اول 3 و 5 رو ضرب کنیم جواب و باز در دو ضرب کنیم خب دو سه شش شش پنج سی در اینجا سه پنج پانزده دو پانزده سی اردوش ما هم چی میشه؟ مساوی میشه درست است؟ پس خاصیت اتحادی هم در عملی جمع داریم هم در دا عملی ضرب داریم یا خاصیت گفتیم چی نام دیگه شیست؟ شرکت پذیر بهش میگیم پس خاصیت یک خاصیت تبدیلی که هم در عملی جمع وجود دارد هم در دا عملی ضرب خاصیت دوم خاصیت اتحادی که هم در عملی جمع و هم در عملی ضرب وجود دارد و خاصیت سوم چی است بهش میگیم خاصیت توزیعی ضرب بالای جمع که من پاک میکنم بر نوشته میکنم درست است خب خاصیت توزیعی ضرب بالای جمع ای با این به شکل است دقت کن چی میگه میگه که ما اگر چی داشته باشیم دو عدد داشته باشیم به با عنوان مثال نگاه کنید داشته باشیم جذر دو جمع جذر سه و یک عدد جذر پنجم هم چی شود در ضرب شود وقتی می بین قوس و عدد هیچ نمونیم چی هست ضرب ما شما دیگه نه اگر ضرب بانه یا یک تا نقطه هیچ می که چی ضرب است پس ضرب بالای جمع درست است؟ خب چی میشه؟ این میشه جذر پنج در جذر دو زرب ضرب میشه جذر پنج در جذر سه ضرب میشه پس میشه با جذر دو جذر ببخشید جذر پنج ضرب در جذر دو درست است ای ضرب میشه و به علامه مانده میشه علامه چی است جمع جمع درست است با جذر پنج در جزر سه هم زرد میشه پس میشه جذر پنج زرد در جزر سه خب ضرب یار که ما باز بعدا میخونیم میفهمیم اعداد ناطقه باز میخونیم که چه رقم میشه و اینم به شکل است از زیر اعداد زیر جذر با هم دیگه ضرب میشنه اگه ضرب کنیم چی میشه دو پنج ده جذر ده جمع سه پنج جذر پانزه باز دقت کن فکرت باش یار دور جمع کرده نمیتونی ها درست است به همین شکل ما کار نداریم جواب از دوره به این ای خاصیت تو باید داشته باشی به با این خاصیت این ای خاصیت چی توزیعی ضرب بالای جمع پس ضرب داشته داخل قوس یک جمع داشته باشیم و قبل قوس چی باشه ضرب باشد این ضرب یه ای عدد هم در عدد اول ضرب میشه بینش جمع است هم یه عدد در عدد دومم ضرب میشه درست است اگر اینجا منفی هم باشه باز منف... بین هر منفی میشه فکرت باشه نه پس اینجا اگر یک منفی هم باشه اینجا منفی شده میتونه فرقی نمیکنه درست است خب پس عزیز ما سه خاصیت با هم خواندیم درست است سه خاصیت با هم خواندیم شاگرد عزیز و گرامی خب چی گفتیم پس دوباره از اول ما گفتیم یادآوری سه تعداد طبیعی حسابی تام ناطق و غیر ناطق یادآوری کردیم چی بعد تعریف سه تعداد حقیقی رو ما گفتیم کدام سه تمامیم اعداد حقیقی با چی نشان میدیم؟ با آیار آفرین و در آخر خواست اعداد حقیقی رو خاندیم سه خاصیت خاندیم درست است خب شاگرده عزیز و گرامی کارخانگی درست است رسیدیم به موضوع شیرین کارخانگی خب شاگردای عزیز تمرین‌های صفحات 6 و ده کتاب خود باید حل کنید و با ما روان کنید چه رقم روان می‌کنید؟ پول ارتباطی ما و شما چی است گفتیم که اول هم که اول گفتم نه میتونید در فیسبوک میتونید در توییتر یوتیوب اینستاگرام واتساپ اپ درست است روان کنید با ما و نمبری که واتس داریم ما درست است 20964 و چهل سیزده درست است این نمبر شما میتونید با واتسا با ما روان کنید خب شاگرده عزیز و گرامی پایان جلسه اول درس ما و شما امروز خلاص میشه مانده نباشین بخیر باشین خدا نگهدارتان